برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو پس از یک بررسی در افغانستان گفته که بیش از نیمی از مردم این کشور توانایی خرید مواد غذایی را ندارند. این سازمان در گزارش فصلی خود ناتوانی مردم در خرید نیازهای اصلی و خوش‌سالی‌های پیاپی را دو عامل اصلی آسیب‌های اقتصادی مهم برای اکثریت مردم افغانستان خوانده است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو این گزارش را بر اساس مصاحبه‌های حضوری با هزاران نفر در سرتاسر افغانستان از 24 ژانویه تا 28 فوریه امسال تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، بسیاری از مردم افغانستان از گرانی مواد غذایی و خوش‌سالی رنج می‌برند. مقام‌های ترکیه 55 اثر تاریخی متعلق به ایران را در چارچوب توافقنامه امضا شده بین دو کشور به ایران تحویل دادند. شبکه TRT ترکیه با اعلام این خبر گزارش داد، این آثار تاریخی در چارچوب توافقنامه ممنوعیت و جلوگیری از واردات و صادرات غیرقانونی، ترانزیت و انتقال مالکیت اموال فرهنگی به ایران تحویل داده شدند. توافقنامه ممنوعیت و جلوگیری از واردات و صادرات غیرقانونی، ترانزیت و انتقال مالکیت اموال فرهنگی بین ایران و ترکیه 4 بهمن 1402 به امضای مقام‌های دو کشور رسید. در این چارچوب 55 اثر که متعلق به ایران تشخیص داده شده بود به ارض روم انتقال یافت و با برگزاری مراسمی در موزه باستانشناسی این شهر به ایران تحویل داده شد. در پی حمله شبه نظامیان گروه واکنش سریع به سرکردگی محمد همدان داگالو به روستای ودعن‌نوره در استان الجزیره واقع در مرکز سودان، تاکنون بیش از 100 نفر از اهالی روستا کشته شدند. کمیته های مقاومت مدنی سودان در این باره خبر داد که این حمله و محاصره از صبح چهارشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و عناصر گروه واکنش سریع با انواع اسلحه ها به شدت روستای ودعن‌نوره را مورد هدف قرار دادند و تلاش دارند آن را اشغال کنند. از زمان آغاز درگیری میان ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی این کشور و گروهک واکنش سریع به سرکردگی محمد همدان داگالو از آوریل 2023 تا کنون حدود 15 هزار نفر کشته و بیش از 8 میلیون نفر آواره شدند. سازمان ملل بارها در خصوص وقوع یک فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است.